مردم که دیگه ناآگاه نیستن. هر چی هست و نیست رو باید در طبق اخلاص گذاشت جلوشون، خودشون قضاوت خواهند کرد. این مجاهدین که همه میدونن جان بر کف، همه چیزشون رو در طبق اخلاص گذاشتن، جون که کمتری نشه، زن، زندگی، شوهر، همسر، بچه، همه چیز، کل وجود و عواطفشون رو ازش گذاشتن. برای چی؟ برای چی سالهای سال جون میدن، خون میدن، شکنجه میشن، فحش میخورن، تهمت میشنون، بار بر میدارن، خار میخورن، خون جگر میخورن؟ به خاطر آزادی خلق و میهنشون، قبل از هر چیز به خاطر سرنگونی دشخیمان و برقراری آزادی این خلق. اگر نه خب میذاشتن میرفتن. خب تواناییشون، ارزششون که چه نبود؟ سطح دانش و سواد و اطلاعات و فرهنگ و تحصیلاتشون که کم نبود. همین رفسنجانی به من میگفت در مقر شورای ارتجاع رژیم، شورای انقلاب اون موقعش، میگفت شما وادار کردین که ما بریم رئیس جمهور و وزیر از فرنگ بیاریم، چون شما با نساختیم. سابقه نداشتیم؟ داشتیم. سازمان نداشتیم؟ داشتیم. در زمان شاه نجنگیده بودیم؟ جنگیده بودیم. خب حالا بیان با ما همکاری کنیم تا هر چی میخوان بهتون بدیم. مگه همه این رئیس رؤسای رژیم سمپاتیزان های ساده اون موقع مجاهدین در زمان شاه نبودن؟ من خودشون منکرم. من حتی به خود خمینی هم گفتم در اولین ملاقاتی که داشتم باهاش، نمیدونم تو مدرسه رفاه بود کجا بود، که اگر خط خط آزادی و استقلالی که مردم خواستن، ما رو کمترین فرزندان و کمترین سربازان فیلم حساب می‌کنن و الا خط خودمون بود. باید که بریم. آخه ما که نیومدیم انقلابی رو به جیب بزنیم و تاراج کنیم. اینا میبچینن، اینا فرصت طلبن، اینا قصد کردن. مجاهدین از سال 44 که توی این راه، چه در زمان شاه چه در زمان شیخ، سهمشون مگر چیزی جز زندان و شکنجه و اعدام و تیرباران و افترا و تهمت، سهمشون چیزی غیر از اینها بوده؟ میباید که از دریای آتش و خون عبور میکردیم تا ملتمون به حق بتونه در برابر خمینی، در برابر شاه و شیخ و در برابر هر گونه ایلغار دیگری نسبت به آزادی‌هاش در آینده هم دفاع کنه. و امروز ببینیم که کی در هم پاشیده متزلزل و میرا و بین رونده است و کی سفت و سخت و استوار در موازه خودش ایستاد. نوبت ماست، که یعنی نوبت مردم ایران است که به ریش خمینی و بقایاش بخندند.